دو قتل فجیع اما جدا از هم در 24 ساعت گذشته هرات. سر بریدن و زنده آتش زدن، هر دو در ولسوالی انجیل، منطقه نزدیک به شهر هرات. سرش دو نفر دوز پیش میشه در اتاق ازی در قسمت شهیدایی زیر سرک شهرک شهید کهکستانی گلخانه اسلامی. بازی را لطکوب میکنه، در این لطکوب بازی را قد چوب میزنه به هوش میشه، باز یک تیل و قولی که در شفاخانه گفتن تیل سرزی انداخته این را آتش زده. گفتن برادر شما بسا حالش خوب نیست. من گفتم هرچی ما جویا احوال شدم که چی کار شده، چه قضیه چی بوده، گفته شما برو اونجا بفهمید. وقتی که ما اونجا رسیدم مثلا اونا گفتن خدا شما رو صبر بده و همچنین واقعی شده. خب من دلیل پرسان گدم، گفتن مثلا جزئیات ندادن، حتی من به محل واقعی چیز رو نگذاشتن تا بعد از اینکه کلبچه کافی ها صورت گرفت و جنایی آمد و تحقیقات خدا کرد. نوع این حوادث در سالهای گذشته در هرات بی سابقه بوده است. نزدیکان این دو مقتول خواهان پیگیری جدی این قضایا هستند. میگویند نمیخواهند خون شهیدانشان پایمال شود. دولت ما ساعت 8 بجه گفتیم که بیاین، از ساعت 8 بجه ساعت 11 و نیم بجه نامده تاله پیشیم. این وضعیت افغانستان است. بسیار سخته. خیلی سخته. پاهم تازه میخواست داجه باز خانه بگیره. مده سید آباد بدیم، خانم سید آباد بود، تازه هم خواستیم اینجا بیم، همه فاملای اینجا تناده سید آبادیم. با این حال پلیس هرات میگوید این دو قضیه را به صورت جدی دارد پیگیری میکند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی این ارگان از آغاز تلاش‌های جدی برای دستگیری عاملان اصلی دو قتل اخیر خبر میدهد، اما شماری از داغ دیدگان این حوادث به وعده های مسئولان دولتی بی باور هستند. میگویند تا به حال دیده نشده که عاملان اصلی این گونه حوادث دستگیر و با حضور داشت مردم محاکمه شوند. ای از هیچ انتظار نمره، هیچ دولت دیگه معنی نداره دیگه، هیچ از هیچ خواستی نداریم دیگه. اگر خواستی بود تا حالا را یک قدمی برمی داشتن دیگه. از این دولت هیچ. تا کنون گروه مسئولیت این حوادث را بر عهده نگرفته است. این اتفاقات می تواند در دراز مدت چهره ناآرام از هرات را در افغانستان و خارج از افغانستان نشان دهد.